گفت هیچی، من اصلا باور نمی کردم عراقی تا اینجا اومده باشن. هول سوار شدم، ماشین که راه افتاد سر و کله یه ماشین نظامی عراقی هم پیدا شد. اگه تو جنت آباد مونده بودم حتما اسیر می شدم. نمیدونم به سر اون چند نفری که اونجا بودن چی اومد. خدا رو شکر زینب اون موقع جنت آباد نبود. با بغض گفتم اگه اسیر می شدی من چی کار می کردم؟ گفت هیچی، منم مثل بقیه. مگه چی کار کردن؟ مگه بسیا نریختن تو خونه های مردم و یه عده رو بردن؟ گفتم بسه دیگه بسه، هیچی نگو. دستش رو گرفتم و فشردم. لیلا را نگاه می کردم و در این ملامت خودم خدا را هم شکر می کردم. به خودم دلداری می دادم که الان لیلا اینجاست، صحیح و سالم. تا چند روز این موضوع فکرم را مشغول کرده بود. به خودم می گفتم دیگر نباید از این سهل‌انگاری ها بکنم. نباید بابا را نسبت به اعتمادی که به من کرده است پشیمان کنم. دیگر نمی گذارم لیلا از کنارم جم بخورد. روزهای حضورمان در خانه آقای بهرامزاده به این شکل می گذشت و کم کم حالم رو به بهبود می رفت. ورم پاهایم تا حد زیادی خوابید. انگشت‌های پای چپم کمی حس پیدا کرده بودند و با کمک بقیه توانستم بایستم و پاهایم رو روی زمین بگذارم. بعد از تقریبا یک هفته‌ای که آنجا بودیم، یک روز صبح طرف‌های ساعت 9:10 دایی ماشین آورد و مرا به کمپ برد. توی کمپ دایی تخت سفریشان را بیرون اتاق پیش ساختشان گذاشت و مرا روی آن خواباند. از اینکه توی هوای آزاد بودم احساس خوبی داشتم. چند دقیقه بعد از رسیدن ما داو و بچه‌ها آمدند. زینب به طرفم دوید. پسرها که انگار خجالت می‌کشیدند عقب‌تر ایستاده بودند و مرا نگاه می‌کردند. نزدیکه‌های ظهر آقای بهرامزاده دنبالم آمد و گفت از بیمارستان تماس گرفتن، هلیکوپتر اومده. گفتم من نمیام. دایی آقای بهرامزاده ناراحت و متعجب پرسیدن چرا؟ گفتم من که با ماشین میتونم برم. آنقدر مجروح بدحال در بیمارستان دیده بودم که بخواهم چنین تصمیمی بگیرم. دایی گفت ممکنه توی تکونای ماشین مشکلی برات پیش بیاد. گفتم نه، هیچ اتفاقی نمیفته. هر کاری کردن متقاعدم کنند قبول نکردم. دایی دیگر از دستم عصبانی شده بود. آقای بهرامزاده هم رفت. آن شب دردهایم دوباره به سراغم آمد. خارش محل زخم نشان می داد که در حال عفونت است. روز بعد دایی آمبولانس کمپ را خبر کرد. بیچاره دا فکر می کرد مرا توی ماهشهر نگه می دارند. راضی شد همراه هم نیاید. در بیمارستان دکتر سریع دستور اعزام برایم نوشت. آمبولانسی در حال حرکت به طرف شیراز بود و خانواده ای را که همه آنها مجروح بودند به زور در آن جای داده بودند. لیلا روی برآمدگی چرخ ماشین نشست. من هم لبه در نشستم و پاهایم را دراز کردم. در را بستند و آمبولانس با یک پزشک و یک پرستار حرکت کرد. جایم راحت نبود. به سختی خودم را در کنج بین در و دیواره آمبولانس جا دادم. یک بار که راننده آمبولانس برای کنترل وضعیت ماشین را نگه داشت، پرستار روی ملحفه کشید و پزشک همراهمان که دکتر مصطفی نام داشت کمی خوردنی خرید و بینمان توضیح کرد. در این بین دکتر به مردمی که کنجکاو شده بودند و توی ماشین سرک می‌کشیدند گفت بیایید جلو، بیایید ببینید مردم خرمشهر به چه وضعی افتادند، اینها مقاومت کردند. با حرف‌های دکتر مردمی که دور ماشین جمع شده بودند از ما پرسیدند خرمشهر چه خبر؟ عراقی‌ها تا کجا جلو اومدن؟ من هم فرصت رو غنیمت شمردم و از اوضاع خرمشهر برایشان گفتم. خیلی ناراحت شدند. بعضی از زنها به گریه افتادند. بعضی از سر دلسوزی میگفتند چی لازم دارید بریم از خونمون براتون بیاریم؟ یا تعارف میکردن به خانه هایشان برویم. تا
ماشین راه بیفتد جمعیت زیادی دورمان جمع شده بود. از همون در بدون شیشه مجروحون را نگاه میکردند و اظهار همدردی میکردند. تا به شیراز برسیم خیلی اذیت شدم. آن طرز نشستن خستم کرده بود. چورت میزدم. بالاخره یک بار که چشمم را باز کردم توی بیمارستان بودیم. ماشین عقب عقب میرفت تا جلوی در اورژانس نگه دارد. بلا فاصله یک عده پزشک و پرستار با برانکارد بیرون آمدند و ما را به اتاق بزرگی که به نظر اتاق آماده سازی مریض قبل از جراحی بود منتقل کردند. سریع از کمرم عکس گرفتند. گان سبز و دولایه‌ای روی جراحتم انداختند و معاینه کردند. بیشتر پزشک‌ها جراح مغز و اعصاب بودند. به کف پاهایم سوزن فرو می‌بردند. جاهایی که هیچ حسی نداشتم بیشتر سوزن را فرو می‌بردند. به کمرم ضربه می‌زدند و در مقابل این کارها من واکنشی نداشتم. بعد گفتند زخم عفونت کرده و اصلاً نباید بخیه می‌شده. خیلی از حرف‌هایشان سر در نمی‌آوردم. فقط فهمیدم از جراحی خبری نیست و باید نظر دکتر فقیه که رئیس بیمارستان است را بدانند. بعد من پرسیدم در چه وضعیتی هستم. دکتری که سرگروه تیم بود گفت پاهات آسیب ندیده ولی احتمالاً موج انفجار سیستم عصبیت رو مختل کرده. باید تحت نظر باشی و استراحت کنی تا به مرور زمان روند کار اعصاب به حالت عادی برگرده. زخم را شستشو دادند، بخیه ها را شکافتند و پانسمان کردند. بعد از تقریباً 2 ساعت به بخش زنگ زدند و مرا به آنجا منتقل کردند. 1 هفته 10 روزی می شد که در بیمارستان نمازی بستری بودم. دکتر مصطفی که از مطب دکتر شیبانی مرا می شناخت سفارش من و لیلا را به پرستارهای بخش کرده بود. به مرور بی‌حسی هایم کمتر و دردهایم بیشتر می شد. التهاب و سوزش زخم به خاطر عفونت زیاد بود. وسعت زخم هم بیشتر شده بود. از طرفی باید همانطور به شکم می خوابیدم. وقتی به پهلو برمی گشتم لرزش پاهایم شدیدتر می شد. کلیه هایم هم چند روز یک بار کار می کردند. گاه از کسانی که از جلوی در اتاق رد می شدند یا در جستجوی کسی داخل اتاق می آمدند و به نظرم چهره هایشان آشنا بود سوال می کردم. همه جسته و گریخته می گفتند عراقی ها خیلی پیشرفت کردند و شهر در حال سقوط است. بعد گفتند شهر سقوط کرده و دشمن کلی کشتار کرده. اما من نمی خواستم قبول کنم. باورم نمیشد. این فکر دیوانه ام میکرد. عزیزترین کسان من در خاک آنجا بودند. در خلوت خودم گریه میکردم. شبها بیدار میماندم و از تصور سقوط شهرم بی صدا اشک میریختم. بیچاره لیلا وضع مرا که اینطور میدید سعی میکرد بیشتر به من رسیدگی کند. گاهی مرا روی ویلچر می گذاشت و به حیات بیمارستان می برد. حیات سرسبز و قشنگ بیمارستان هم آرامم نمی کرد. با نگاه به هر قسمتش انگار داغ دلم تازه می شد. نخلهایش مرا به یاد نخلستانهای خرمشهر می انداخت. یک روز توی حیات بیمارستان غرق در افکار خودم بودم که جوانی از کنارم رد شد. چند قدم رفت و دوباره برگشت و با تعجب پرسید خواهر حسینی خودتی؟ گفتم بله. شما؟ گفت من از بچه های خرمشهرم. تو مسجد جامع شما رو زیاد دیدم. برادرتون علی رو هم میشناختم. پرسیدم کی از خرمشهر اومدی؟ وضع خرمشهر چطوره؟ گفت من 1 هفته از خرمشهر اومدم. شما کی اومدی؟ گفتم 20 مهر. گفت شنیده بودم مجروح شدی. خوش به حالت نبودی ببینی چه اتفاقی افتاد. اگه بدونی تو 40 متری چی کار کردن. به مجروحا تیر خلاص زدن. حتی به جنازه شهدام رحم نمی کردن. بارپیچی اونا رو می زدن. همه خونه ها رو غارت کردن. حتی حرمت مسجد جامع رو هم نگه نداشتن. اونقدر شهر رو کوبیدن که درب و داغون شد.
اونا که شاهد این کشتارها بودن میگفتن حمام خون را افتاده بود. جوان میگفت و های های گریه میکرد. من هم با اینکه میخواستم خودم را کنترل کنم بی اختیار عشق میریختم. جوان همینطور میگفت پادگان دشک سقوط کرد را افتادن طرف آبادان، میخوان از بالا دور بزنن و اونجا رو هم بگیرن. از اون طرف اهوازم در خطره، از سمت پادگان حمید دارن فشار میارن. ما هم دستخاری چی کار میتونیم بکنیم؟ نه اسلحهی نه مهماتی، با این وزن نمیشه جنگی. همه ی حرفهایش ناامید کننده بود. دلداریش دادم و گفتم اینقدر ناامید نباشید، ما به خاطر خدا قیام کردیم، به خاطر اونم دفاع میکنیم، جنگو که ما شروع نکردیم، به خدا توکل کنیم. جوان که به ظاهر مجروح بود کمی آرام شد. پرسیدم از شیخ شریف قنوتی خبری داری؟ حالش دیگرگون شد، با آه و ناله گفت شیخ رو به بدترین وجه شهید کردم. پرسیدم یعنی چی؟ چطوری؟ مگه چی کارش کردن؟ گفت روز 24 مهر عراقی ها تا 40 متری رسیده بودن. شیخ و چند نفر دیگری که توی ماشین بودن به گلوله میبندن، همه مجروح میشن. یکی از بچه هایی که همراه شیخ بود فقط 16 تا تیر بهش خورده بود. بعد میان سر وقت سرنشین های ماشین، به اونا تیر خلاص میزنن، شیخ رو بیرون میکشن، ازش میخوان به امام توهین کنه. شیخ که زیر با نمیره توی دهنش گلوله خالی میکنه. شیخ به شهادت میرسه، عمامش رو بر میدارن، هل هل کنون توی خیابون میدوند و میگن یه خمینی رو کشتیم. بچه هایی که این صحنه رو دیده بودن حالشون خیلی خرابه، باورم نمیشه. از خودم میپرسیدم چطور آدم ها میتونن تا این حد سنگ دل و جنایتکار باشن. جوان که رفت به مرز خفگی رسیده بودم. صدایم را آزاد کردم و های های گریه کردم. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها ترس دارم از شب برس شب بی خاطره ها آتشی بردار من زن افرد دار نفیر پنجره خدا نور را پنجره را نور پشت پنجره